گزارش اسکای نیوز انگلیس، ایران مخفیانه به روسیه تسلیحات ارسال می کند. بر اساس تصاویر به دست آمده از ماهواره ها، دو کشتی باری با پرچم روسیه در دیماه گذشته از بندری در دریای خزر ایران به مقصد روسیه حرکت کردند. این دو کشتی حدود 100 میلیون گلوله و حدود 300 هزار خمپاره در اندازه های مختلف برای سلاح های گوناگون مانند مسلسل، نارنجک انداز و سایر سلاح ها هم می کردند. هزینه این محموله به صورت نقدی به ایران پرداخت شد. بررسی حرکت دو کشتی روسی توسط ناظر ترافیک دریایی نشان می دهد که این دو کشتی در 19 دی ماه گذشته در بندر امیرآباد ایران در شمال این کشور در دریای خزر پهلو گرفتند. تصاویری که روز بعد توسط ماهواره گرفته شده نشان می دهد کشتی به نام موسا جلیل و کشتی دیگری به نام بیگی یا بگی بندر را ترک کرده و به سمت شمال و بنادر روسیه می روند. آنها در این بندر چند روزی توقف می کنند که دلیل توقف آنها در این بنادر مشخص نیست. این دو کشتی در هفته بهمن به بندر آستاراخان روسیه می رسند. تصاویر ماهواره‌ای بعدی در 13 بهمن ماه نشان می دهد که آنها در این نقاط مستقر شدند. سفیر اوکراین در بریتانیا می گوید با توجه به اینکه ایران هواپیماهای بدون سرنشین مرگبار را به روسیه می فرستد، از خبر ارسال این محموله مهمات متعجب نیست. معاون مدیر دفتر برنامه خاورمیانه آفریقای نخست وزیر می گوید بله، این یک انتخاب حساب شده توسط تهران بوده است و پیامش این است که تهران قصد اصلاح و تغییر ندارد و برای بقای خود به این رابطه نیاز دارد. در همین حال خبرها از داخل اوکراین مقاومت آنها را در مقابل این تهاجم نشان می دهد. بنا به گزارش آسوشیتد پرس، فرماندهی ارشد نظامی اوکراین روز دوشنبه 18 اردیبهشت اعلام کرد نیروهای این کشور تمامی 35 پهپاد شاهد ساخت ایران را که روسیه شبانه به اهداف مختلف در سراسر کشور پرتاب کرده بود منهدم کرده است. روسیه در 18 اردیبهشت 61 حمله هوایی و 52 حمله از سامانه‌های شلیک راکتی سنگین به مواضع نیروهای اوکراینی و مناطق پرجمعیت انجام داد. انفجار یک پهپاد روسیه در آسمان شهر در 18 اردیبهشت به خوبی مشاهده می‌شد.